پی با پی اف. ببین اینجا بچه پی اف، ببین الان این زاویه دوربینش نگاه کنه، قشنگ داره سمت چپ رو نگاه میکنه، دیگه راست رو نگاه نمیکنه، چپ رو نگاه میکنه. چرا؟ چون میدونه سمت راستش خبری نیست. اگر نگاه کنید تو مپ هم همینطوره، خبری تو سمت راست نیست. استایپش رو در میاره، استایپ اینا خیلی قویه بچه ها، دمیجش بالا. یا طرف اصلا پشماش ریخت پاره شد. این یکی هم بزنم، اون یکی هم بزنم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو یه گیم پلی دیگه. حدوداً رفقا چند روز پیش بود که یکی از ممبرهای چنل اینستاگرامم برام یه ویدیو فرستاد از یه سری افراد که خودشونو تورنمنت پلیر اسم میبرن و میگن که خیلی معروفن و میگن خیلی پلیرن و مثل این که تورنمنت های خارجی و اروپایی و حالا خیلی چیزهای دیگه بازی میکنن. تا اونجایی هم که میدونم اطلاعاتی که بهم دادن این بوده که سنینشون خیلی کمه، یعنی اینطوری بهتون بگم. و خلاصه این ویدیو رو با دیدن این، من به خاطر اینکه واقعا دیدم دارن آبروی ایران رو میبرن، چون به اسم ایران پلیرهای ایرانی دارن توی تورنمنت ها بازی میکنن، اومدم یه ویدیو در رابطه با این بزنم که به همه بگم که آقا یعنی همچین موضوعیه و زودتر جلوی اینا رو بگیریم. حالا روی صحبتم با کیه توی این ویدیو؟ روی صحبتم با اون دسته پلیرها، کاسون پلیرها و تورنمنت پلیرهاییه که جلوی اینا بازی میکنن هر روز. روی صحبتم با شماست. من این ویدیو رو واسه شما زدم، واسه شمایی که داری کاسوم بازی میکنی و داری تورنمنت بازی میکنی و اینا میافتن جلوی شما و حدوداً یعنی مثلا همچین کارهایی میکنن و چیت و والهک استفاده میکنن. شما میتونید با یه روش خیلی ساده با فرستادن این ویدیو من برای منیجرهای اون تورنمنت باعث بشین که اینا دیگه از اون تورنمنت ها حذف بشن و دیگه بازی داده نشن. این ویدیو رو حتما برای منیجرها بفرستین. خب الان دقت کنین، کار ندارم این ارزارر چقدر تابلو زد، ولی الان اون ابو رو نگاه میکنین، چرا داره اونو که اصلا ندیده بود، این بنده خدا که اصلا فرار کرده بود، چرا تویی که اینجا فایت دادی یه دفعه میچرخی اسنوبورد میزنی به سمت ناکجا آباد، جایی که اصلا هیچ کس غیر از اینه که تو داری والهک استفاده میکنی. زیاد حالا خودم هم سعی میکنم صحبت نکنم روی ویدیو و تنها چیزی که دارم ازتون درخواست میکنم، شمایی که داری کاستوم بازی میکنی و تورنمنت بازی میکنی و هر روزه داری اینا رو میبینی، این ویدیو رو برای اون منیجر اون تورنمنت پلی تورنمنت اونایی که تورنمنت منیج میکنن حتما بفرست و باعث بند شدن اینا از اون تورنمنت ها بشو. و یه نکته دیگه ای رو قبل از هر چیز بهتون بگم که این چیت ها بچه ها استریم پروف هستن، یعنی شما حتی شنیدم هندکم هم میشه گذاشت باشون، یعنی یه طوریه که حتی اگه استریم هم کنی توی استریمت نمایش داده نمیشه اون چیزی که روی صفحه داری میبینی. خب اینا رو قشنگ متوجه باشین که بهتون گفتم که بدونین استریم پروف هستن این چیت ها، یعنی قابلیت شناسایی ندارن. خب برین ادامه ویدیو رو کامل ببینین. ماشین پیاده شد، خب ما گفتیم نارنجک مارنجک ها رو دید. اوکی ایم دومش نگاه کنید، این یعنی چی؟ داشت به توضیح بده یعنی چی؟ یعنی چی؟ از کجا تو اینو داری میبینی؟ ها؟ از کجا؟ داشت علم غیب داری دیگه؟ علم غیب داری؟ علم غیب. خب اینجا اون اسکواد رو راه دور نتونستن بزنن. خب اینجا مروالکینا با پنیر میرن سمت ایدراب. ایدراب به اینا چقدر پرن که دوتایی راشه یه تیم سه نفره رو میخوام بدن. نگاه کنید بچه ها. حالا بچه ها کاری ندارم، توی اون تیکه اول که دیدین انگار طرف علم غیب داشت، خب داشت اصلا ندیده بود طرف و زوم کرد تق یه تیر زد، دومین تیرش هم قشنگ خورد. اینجا رو نگاه کنین، یه نکته رو توی تورنمنت ها و کاستوم ها بهتون بگم بچه ها، کسایی که تور و کاستوم بازی میکنن، تور و کاستوم مثل رنگ نیست که بخوای دو نفری یا تکی راش اسکواد بدی. خب اگه تکی یا دو نفری راش اسکوادو بدی کلا اسکوادتو به فنا میدی. خب و حالا از همه اینا گذشته یه سری DNS ها استفاده میکنن که باعث میشه که بچه ها ریجستری تیرا خیلی بره بالا
و با استفاده از اینا، یعنی پینگشون مثلا یه جورای خیلی میاد پایین و ریجستری تیراشون خیلی میره بالا، و این دی ان اس یه چیز خیلی خیلی وحشتناکیه که توی کاستوم و تورنمنت ها ازش استفاده میکنن. و حالا یه چیز جالب دیگه ای هم که بین اینا هست، اینا فقط یه نفرشون از چیت استفاده نمیکنه و چارتایی توی هر توری که میرن از چیت استفاده میکنن و به صورت مساوی هر کدوم کیل میزنن که کسی متوجه نشه. مثلا یک نفر نیاد 20 تا کیل بزنه که تابلو بشه که طرف چیت داره و چیت استفاده کرده. میگن داداشا رو بیا با هم هماهنگ مثلا تعداد هم اندازه هم کیل بزنیم که آبرومون هم نره، که مثلا بگن آره فلانی اومده توی تورنمنت مثلا 20 تا زده، آره ازش تست بخوایم. ببین دبلیو اس اس برای من که اسپکتم فعلا ظاهر نشد، وقتی که ظاهر شد بشه ببین این زاویه دوربینش رو تغییر میده. نکن آها الان فهمیدن که دبلیو اس اس کجان. خب رفت سمت چپ، موقعیت مناسب رو بگیره و ببین این بدبخت ها این پشت الان نگاه کنید، این بدبخت اینا بچه های نوبی نیستن بچه ها، اینا هرکس میاد کاستوم روم حداقل یه 50 باری رفته. آقا کم میگیم آقا 50 بار رفته تورنمنت ها. نگاه کنید اصلا یارو پشماشون ریخت، خدای ما داریم کجا تیم میخوریم. صد البته اینا پلوپره اینا پلوپز هم پلوپلر هم نیست هم پرو پلویل. حالا این بعد بعدی اینه اینجاست. اینا اینجا میرن کجا؟ دورمیتوری. این چیزا برای ما عادی شده. اینجا رو نگاه کنید. ببین آقا این بالا یه آقای هست به اسم کی؟ ویوانت. این آقا خط راه پله گرفته اگه دقت کنید. این آقا خط راه پله رو بنده نگرفته. ما میگیم خط گرفته. حالا نگاه کنید. ببین آقا با جک با مکتنی که هیچ اما که زاوید کاری نداره، حالا الان اینجا شنیا کنید. ببین آقا الان همه رو داره میبینه، نیا کنید همه رو داره میبینه. زاویه دوربینش رو نیا کنید، کسی که آیپد داره متوجه میشن که من چی میگم. زاویه دوربینش رو نیا کنید. خب من اسپکت هم میگم اینا رو داره همه داره میبینه. اینم دید. خب قشنگ خودش گذاشت تو موقعیت مناسب. اوکی ویوانتشون پایینه، چیز سمت چپ بنواله کم که اون بره. ببین من خط نگرفته، خب چرا اینو نزد؟ آقا نزدید فدا سرت، داره میبینی دیگه. آقا شما همه داره میبینی که داره چه غلطی میکنه. ببین با مکتن بدونه ببین با مکتن بدونه اتچمنت داره میزنه. خط یعنی تیراش خطا نمیره. اینا رو همه داره میبینید. آقا اینا والهک به این دیگه واضحی دیگه به این واضحی خودتو. در نهایت رفقا میخوام بگم که اگه این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چون باعث میشه که افراد بیشتری ببیننش و افراد بیشتری مطلع بشن از این قضیه و زودتر جلوی اینا گرفته بشه و از این بیشتر آبروی ایران رو نبرن توی کاستوم ها و تورهایی که دارن بازی میکنن. خب هر چه زودتر جلوی اینا گرفته بشه خیلی بهتره. و اینطوری بهتون بگم که تا جایی که میتونین این ویدیو رو برای دوستانتون، برای اونایی که میدونین کاستوم بازی میکنن به اشتراک بذارین، براشون بفرستین که ببینن که چه البته خیلی از قبل میدونن و حدوداً یه خیلی وقته که مثلا هر کی که یه آیپد میگیره میگیم او بازیش مثلا چقدر خوبه فلان اینا. بچه ها بحث آیپد اینا نیست، بحث پینگ اینا هم نیست. حتی اگه اینجوری بود مثلا یه کسی مثل زارا که پینگ 9 داره میگیره و با آیپد داره بازی میکنه الان باید کل تورای جهان رو داشت بازی میکرد، یه جورایی انگار توی سرور اکتیویژن نشسته داره بازی میکنه. اینطوری بهتون بگم. خلاصه امروز هم یه مقداری حالم اوکی نبود، براتون این ویدیو رو گذاشتم، امیدوارم لذت برده باشین. خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکیم، کوچیک اینا. این داشمون هم دارین میبینین از پشت دیوار داشت نگاهشون میکرد، وایساد که رفتن تو فایت اومد بیرون بدون اینکه نگاه بکنه چه خبره، بدون اینکه ببینه خیلی پروه.
خیلی پرو پلیره، همینطوری اومد گرفت روشون. آه دیگه ما کاری نداریم، تا ویدیو تا دور دیگه. یا علی، راستی ویدیو بچه ها، ویدیوهای کامل اینا رو از داخل اینستاگرام یه بنده خدایی برداشتم، لینک اینستاگرامشو میذارم اگه خواستین برین ویدیوهای کاملشو ببینین. من فقط یه تیکایشو گذاشتم، اگه میخواین کل بحران و کل این کسافت کاری ها رو ببینین میتونین برین از داخل دیسکریپشن بزنین روی لینک و برین داخل اینستاگرام اون بنده خدا و ویدیو رو ببینین. تا درود دیگه. رو اولی قفله، خب رو اولی قفل شد، زدش، اولی زد، این دومی است، این دومی